سلام، همتون ساعت 5 بامداد دوشنبه 21 آبان هست. قسمت دوم مربوط به این موضوع دیده شدن شیء عجیب و نورانی در آسمان ایران، تهران و رشت حداقل این دو جا دیده شده. این قسمت فقط میخوام فیلم ها رو نگاه پخش بکنم، یه 3-4 تا فیلم هم بیشتر نیست و این فیلم فقط برای آپارات و برنامه داخلی. اگه در یوتیوب دارید میبینید این فیلم ها، اگه فردا پس فردا دارید میبینید این قسمت مثلا قطع میشه، چون این قسمت رو میبریم بعدا به خاطر اینکه این کپی رایت پیدا نکنه، ولی در آپارات اینا کامله. خب چند تا فیلم بعد دوست حدس خودم رو گفتم به شما، به چند دلیل این احتمالا یک فضاپیمایی است که داره میره یه جای فرود بیاد، یعنی یک شهاب سنگ نیست به دلیل اینکه در حال سوختن نیست تموم بشه، یک موشک آی سی بی چی میگن اینترکانتیننتال میسایل چیزم نیستش، موشک قاره پیما هم نیست، چون افقی حرکت نمیکنه در جایی که شما ببینید وقتی خارج اینجا وقتی ببینید میسوزه تو تصویر، یعنی که در حرکت داره میکنه، این فقط برای اوج گرفتنشون موشک قاره پیما شما به صورت عمودی احتمالا ببینید و یه خورده که منحرف میشه در افق و دیگه شما نمیبینید، همینجوری که حرکت میکنه نمیبینی که ممکنم از باشه، نمیدونم، حدسیات خودم دارم میگم. حس اینه که این در واقع چون شبیه صحنه آخر فیلم گراویتی هستش، این دقیقه یک فضاپیمایی است که داره فرود میاد، ولی چون نزدیک طلوع خورشید هم هست، این ذراتی که در پشت این حرکت جسم حرکت کننده دارید میبینید، این احتمالا بازتابش نور هست خورشیده، مثلا از سمت چین و اینا داره میتابه سمت ژاپن و اینا، چون ارتفاعش بالاست، چون یک موقعیتی قرار داره که هم بالای سر رشت آدم ها فکر میکنن همین بالاست، تهران هم فکر میکنن همین بالاست، هم تو این فیلم های یکیشون هست چند نفر تو تهران احتمالا میگه این داره میره سمت خونه ما، از یه نفر هم همین صحنه رو در آستارا ممکنه ببینه. حالا فیلم رو پخش بکنم بعدش داری سرچ میکنم ببینیم که در رسانه ها چیز جدیدی آپدیت نشد در این باره، آخر انگلیسی هم دیدم چیز خاصی نبود احتمالا همین، ولی شهاب سنگ چند ثانیه میزونه تمام میشه. خب من قیچی رو نشون بدم که ادیتور رو بدون از کجا، 1 2 3. خب از اینجا به بعد دیگه دست خود قشنگ اینجا من راحت پخش میکنم. فیلم هایی که رشت هست این هستش، در استان گیلان منتشر شده. بجا منبع من هم دوستان در تلگرام، بذار بعدا توضیح میدم. این خیلی ارتفاعش بالاست، خیلی ارتفاعش بالاست، تبلیغ این چیز هم شد شرک این بند خدا امشب معروف میشه دیگه. تهران اینجا که اینجا تهرانه، شمارش برته نمیدونم، شاید استان گیلان باشه نمیدونم. خب بعد این ویدیو جالب بود، این بودی که دیگه هم هست، این ممکنه برای قبل باشه، البته هم به در کانال ها من دیدم ببینم یه شهاب سنگی چند سنسش رو قطع بکنم، چون این چیزی میگه که مناسب نیست، چند ثانیه دیگه باز میکنم. این موشک خورد تو کوهای شو صاف داره میره خورد مردم اصلا خیلی جا واقعا ذهنیت برخی از مردم من واقعا نمیدونم چقدر عجیب و غریبه. شما این با پدیده ای مواجه میشی به این صورت، این سنس آف هیومر مردم ایران خیلی جالبه، مطالب شوخی مثلا میگه خونه ما صاف داره میره خونه ما. آقا شما باورتون میشه همین چیزی؟ چند تا جوون، حالا اینجا بالاخره نمیدونم کجا هست، دارم به آسمان نگاه میکنم چه صحنه‌ای میبینن، بعد مثلا شوخیشون میگیره. همچین مردم عزیزی شما کجا پیدا میکنید واقعا؟ نه واقعا مری کنم از این رو دور بزن، دور بزن حاجی، یه فیلم نه داده چی دور بزن خونه ما اینجا. خیلی جالبه این ذهنیت. خب دو تا فیلم دیگه هم هست، این دو تا فیلم صدا نداشت، حالا ببینم. آه یکم از تهران بازار تره باره، این بازتابش نوره دوستان، این بازتابش نوره، این آتیش پشت سرش نیست، چون خیلی ارتفاعش بالاست نزدیک صبح داره دیده میشه، همین حسم همینجوری هم اینو میگه، شاید هم آتیش سوخت موشک باشه نمیدونم. باید سب کنیم چیزای رسمی مثل تسلیم و اینا چی مثلا اعلام میکنن، یا سازمان فضا نفت چی میگن فضا نوردی نه س...
سازمان فضایی مثلا، نمیدونم چیه، مؤسسه فضایی. یکم اینه که صدا نداره. این چی بود نشون داد این فرد؟ تاریخ ساعت گوشیش بود فکر کنم. آه نه، داره فیلم میگیره. نه همین، اینه همین که دیدیم. یکی هم هست صدا داره، بکنه چیزی نگه که قابل پخش نباشه. خب این هم این بازار تره بار این. چون میدید که افرادی که مثلا شغلشون یه فروشی اینا هست، این ساعت میرن از 3 و 4 صبح مخصوصا در تهران باشن زودتر میرن بازار تره بار دیگه، اینو اونجا گرفتن. این چیه دیگه؟ اینجا تهران؟ خب همین بود دوستانی که اگه در یوتیوب دارید چند روز آینده دارید ببینید، بخش قبلی که ویدیو داشته به خاطر کپی رایت حذف شده، عذرخواهی میکنم، ولی در آپارات این کامله. خب اینو من شیء نورانی رو سرچ کردم ببینم که چیز جدیدی دوباره. خب یه بار ریلود بکنم. ما چه فیلم ها رو دیدیم در صحبت که فقط مطلب شما بگم، الان شما برید در خب نه، این مال روزهای قبله، مال روزهای قبله. این که اسم این ویدیو قبلی خودم اومده در صدر خبرها قرار گرفته، نه در فارس و اینا. یه قصه تعاملی داره، افراد میتونن اونجا مثلا خبر بذارن، ویدیو درست در اگه تو کار این چیزا هستید اونجا میتونید منتشر بکنید، خیلی متجاوب مثل توییتر. این موضوعی که نوشته بودیم مال چند روز قبله، مال شاهرود هست. کجا بود؟ همشهری آنلاین. نه نه، این مال قبله، مال قبله. آها یه سایت پیدا کردم، یه چیزی نوشته بود، تجارت نیوز. تجارت نیوز همین چهار تا فیلمی که دو تا فیلمی که ما نشون دادیم اینجا گذاشته. و منبع عصر ایران، من هم همون در عصر ایران دیدم. در کانال های تلگرامی هم از جا به تو تلگرام نوشتن اگر داستان هایی برای شما در بیارن، بعد این ادمین هاشون برای هم دیگه به هم دیگه نون قرض میدن. برای دیدن فیلم های بیشتر وارد کانال زیر شوید، بعد میزنید مشاهده فیلم، بعد نوشته که در 4 تا کانال زیر عضو شوید تا ببینید فیلم را ببینید. خیلی اون الان به قول خود اون کرگیری خودشون از این موضوع، یعنی چیزا تلگرامی رو جدی نگیرید. دیدم من همینجوری درست کردم چون که بازی دیگه نمیشه تا زیر رسمی مثلا مثل ایرنا و ایسنا و چه می ادعای خارج هم باشه، جای معتبر اگر منتشر نشه چیزی، من جدی داش ویدیو روش نمیکنم. حالا همین من به انگلیسی هم سرچ کردم، حالا یه چیز نوشتم راشیا مثلا میسایل ایران اسکای ببین چی در آسمان دیده میشه یا نه. مثلا مورد اوکراین اومد و الجزیری مطلبی داشته که مال اون چند روز قبله، مال موضوع اون دو ماهواره ایرانی هدهد و کوثر که در اساس روسیه ارسال شد چند روز قبل اومده بود. اینکه نوشته لاست آپدیت 56 دقیقه قبل، بخاطر اینکه سایت الجزیره رنکینگش خیلی بالاست تو موضوع خبر، هر چیز بنویسی در آرشیوش هم باشه بالا میاد. فکر نمی کنم این موضوع مثلا موشکی بوده باشه، وگرنه خبرگزاری‌های دنیا الان همه رو رصد میکنن منتشر میکنن. احتمالا همین یه چی میگن این چیزایی که میرن فضای محصولی رو میذارن اونجا برمیگردن همونجا احتمالا چون به سمت آستارا و اینا هم بود، احتمالا داره میره روسیه که اونجا مثلا فرود بیاد. یعنی اون داره هدایت شدن هست اون چه منورانی که دیدیم. خب همین بود، فقط اینجا میخواستم چیزیم. خب همین بود، همین بود. حالا ویدیو بعدی خب در حال دیدیم که قیمت بیت کوین خیلی بالا رفته الان، خب این ویدیو درست بکنم و چند موضوع جالب انگیز دیگه. خب همین بود، عرض دیدشید بنویسید دور من فعلا همگی. پس آقا کانال های تلگرامی جدی نگیرید اصلا. یه بار من یه رفرش بکنم ببخشید اینجا یکم غیر منسجمه و این دیس اورگانایز بودن این ویدیو هم بخاطر اینکه نصف شب خیلی اتفاقی اینو من دارم ضبط میکنم. این قسمت قبلی رو دوستان عزیز من اینجا یه کانال یوتیوب داشتم که این در واقع به خاطر همین موضوعات مربوط مثلا اوکراین و فلسطین رو بسته شد، اینکه عکسش به صورت تازه فعالش کردم در همین قسمت قبلی، در همینجا ویدیو قبل در این باره رو میتونید ببینید. جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است. صابرین نیوز گفته است که ببینیم تو صابرین نیوز گفته شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار. حالا معلوم هست که از شهاب سنگ چند ثانیه میسوزه به خاطر اینکه
اصطکاک در هنگام ورود به جو انقدر بالاست چون میسوزه، اگه بخواد به زمین هم برسه تا زمین ژانرش رو نمیبینی، حرکت بکنه اینجوری بره به سمت روسیه، افراد هم فیلم بگیرن. اون دیگه چه شهاب سنگیه که مثلا 10 دقیقه میسوزه در هوا؟ تیره نیست، احتمالا نیست. و دنباله دار میتونه باشه، آه چرا این یادم نبود، دنباله دار میتونه باشه در فاصله خیلی دور، ولی به نظر بیاد که خیلی نزدیک. آره میتونه باشه، نمیدونم. آه الان میتونیم انگلیسی سرچ بکنیم ببینیم دنباله دار هست یا نه، یعنی قرار بود الان رد بشه یا نه، نمیدونم دیگه، خود سرچش بخورتون. خب همین بود فعلا، هر زده شدید فعلا همین، خدا نگهدار.